زحمت نکشید. دست شما بازم تسلیت میدم. خیلی ممنون. تشکر شما. نه خواهش میکنم. دست شما در نکنه. اجازه صرفا من یه دقیقه تو ماشین شما رو زیارت کنم. خدمت. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ شما. سلامت. سلامت. خانم شما بفرمایید بالا، بنده برم ببینم ایشون چه کار دارن. چه کار داشت؟ خانم بنده که علم غیب ندارم، اجازه بدید برم ببینم چه کار دارن. میام خدمت شما توضیح میدم. کاظم نکشش. کاظما کاظم کذب قیس کن. کاظما خانم چرا شلوغش میکنید؟ اجازه بدید اونایی که کشتم خونشون خشک بشه بعدن. بکشش کاظم آقا، اتفاقا باید بکشیش. بابا چی میگی تو؟ اصلا میدونین چیه؟ با ماشین از روش رد شین که من دلم خنک شه. چطور دیهشو بده برو ببینم؟ یعنی چی؟ خانم چرا شلوغش میکنید؟ اصلا من با ایشون کار ندارم. دیدی که ایشون گفتن بیا من با شما کار دارم، برم ببینم چه کار داره. میگم گولت نزنه، حق بچه‌هامون رو نخوره. ساده شدی خانم. مگه من جمشید؟ من که کاظمم. خدا بیامرزه جمشید رو. عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم آقای زرفشان بابت این اتفاقی که افتاد. نفرمید. واقعا خاطرم آزرده شد. نگو آقا، بیخیال. ما با کلا عادت داریم به این درگیری ها. بعد من اصلا این بینی من قصه دارم. من تو کشتی هم چند بار این بینی میشکسته. یه سرخورد تقیه مقطعی چیزی نیست که من نگران کنه. ببخش مزاحم شدم. من گفتم تشریف بیارین که اینو بدم خدمت شما. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. متوجه شدین چیه؟ نه چیه؟ این یک برگ از یک کتاب نفیس خطیه. احسنت، احسنت. کدوم کتاب خطی؟ این یک برگ از یک کتاب نفیس خطی ارزشمند از همون کتاب خانوادگی شماست. احسنت. همون کتاب خطی حاج احمد خدا بیامرز؟ بله خدا رحمت. چقدر خوب که پیدا شد. احسنت به شما. احسنت. بقیهش کجاست؟ بقیهش که تومه حریق شد. تومه حریق شد؟ بله متاسفانه شد. ای وای اگر خانمو بفهمه که این کتاب تومه حریق شد آشوب بپا میشه. که به هر حال اتفاقی که افتاده. آی زرفشا اینو شما از کجا آوردید؟ اینو یکی از کارگرا لای همون اشیاء سوخته کارخونه پیدا کرده. عجب. بله عجب. جسارتم برای من یک سوالی پیش میاد. جمشید چرا این کتاب رو با خودش برده بود کارخونه؟ شما بگو. من بهش فکر کردم، به نتیجه درستی هم نرسیدم، ولی فکر کردم چون میدونستم که جناب اولنگی علاقه شدیدی به کتاب و کتابخونی دارن، شاید کتاب با خودشون بردن، تبرقی کنن، لذتی ببرن. جسارتاً عذر میخوام، ولی تا اونجایی که من خاطرمه جمشید خدا بیامرز اهل خانش کتاب نبود. نفرمایید. هفته چندین چند کتاب فقط به خود من معرفی میکردن که من فرصت نمیکردم برم خریداری کنم. اصلا چند تا عکس ازشون دیدم که پشت سرشون کتابخونه هست. به چه عظمتی! پشت جمشید؟ بله. عجیبه. شاید حالا به هر حال میخواسته ریا نشد جلوی شما نخونده. آخه اون عکس ها رو کجا انداخته؟ عکس با کتاب خونه مو اینه؟ نمیدونم. خونهشون نیست مگه اون کتاب؟ نه اصلا در خونهش کتاب خونه ای نداره جمشید. به هر حال من به هر حال دیده بودم. حالا نمیدونم. من به هر حال استاد برمان وکیل خانوادگی جناب اولنگی وظیفه داشتم که اینو به سمع و نظر شما برسونم که اگه میخواین برای بیمه اقدامی بکنین الان وقتش. احسنت، احسنت. قربانش. بله. خیلی هم ممنون، خیلی هم لطف کردید. متشکرم. نمیبری؟ آ بله، 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 بله. بخشید. خیلی من خیلی باز هم عذرخواهی می‌کنم بابت این اتفاق. اگر یخی چیزی من نه 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 با یخ نه درست نمیشه. تشکر. باش مدارا می‌کنم. خواهش. بفرمایید در خدمت باشید. من در خدمتتون بودم که. احسنت، درست. بازم ممنون. خواهش می‌کنم. بازم ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. شیرین کام باشید خانم. دست و پنجه شما درد نکنه. مفرح ذات بود. خدای شکرت. خب من دارم من رفتم. خدا نگهدار. ای بابا خانم گفتم خدا نگهدار. نمیپرسی کجا داری میری؟ کجا؟ لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. هر روز که میخوام برم شما هم نمیپرسی
کجا رو دارم برم کارخونه؟ هایی قرار نبود امروز من برم. بعد ادله شما چی برای رفتن به کارخونه؟ ببخشید من میخوام برم کارخونه پدر خدا بیامرزم، بعد از شما اجازه بگیرم؟ نفرمایید خانم، نفرمایید. این چه فرمایشیه؟ اون کارخونه متعلق به شماست، یادگار پدر خدا بیامرزتونه، نور به قبرش بباره انشاءالله. شما هر وقت که خواستی بیای تشریف بیا، قدمت روی چشم. علا ای حال عرض بنده اینه، ادله بنده اینه، حرف بنده اینه. الان که چند روزی از فوت جمشید خدا بیامرز بیشتر نگذشته، شما بیام چه چی کار کنین؟ مردم چی میخوام بگن؟ مردم هر چی دوست دارن بگن. احسنت، چقدر متین، چقدر ملیح. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. پس حل دیگه. ببین من باید برم کارخونه، این ظرفشان خیلی دور برداشته، من میخوام برم که این رئیس بازی در نیاره. نه خانم، این چه فرمایشیه؟ ظرفشان چی کار است؟ اصلا ظرفشان کیه؟ مگه میتونه؟ مگه من مردم؟ خدا نکنه. سمتو گاز بگیر. نه جدو مثال گفتم. گاز بگیر. حالا که میگه گاز بگیر. گاز بگیر. من جدو مثال عرض کردم دیگه، جدو مثالم نگو لطفا. خواهش میکنم. چشم چشم. وای کازم آقا جون. بله. اگه بلای سرت به من چیکار کنم؟ خدا مرگم بده. فکر کن رفتی بیرون تصادف کنی، وای بنزین بریزه بیرون، بعد آتیش بگیره، بعد تو جسقاله بشه، من چیکار کنم آخه؟ بچه های یتیم تو چیکار کنم؟ وای مثلا داشتی الان غذا میخوری لقمه تو گلوت گیر کنه. سارا میخواد رئیس بشه ها؟ رئیس کارخونه سارا میخواد بشه. من باید بیام چم و خمو یاد بگیرم؟ ای بابا خانم، عرض کردم جهت مثال چرا نفوذ بد میزنی شما؟ خفی شدی. نه خانم، این پرید تو گلوم. ای بابا میگم نفوذ بد نزن، شما گوش نمی کنی. من مقصرم، تقصیر منه. نه خیلی مقصر منم خانم، تقصیر منه که دارم با دست خودم خودم میندازم توی چاه. اگر همون روز که شما گفتی میخوام بیام کارخونه با شما مخالفت میکردم که نکردم، الان حال روز من این نبود. وی کازم آقا جون، تو رو خدا انقدر ترس نخون. بگو ارس نمی کنم، بگو تو بل کنم، بگو تا بل کنم، بگو بل کنم. فرمایید خونت برم. خب پس دیگه نمیاد کار خونه دیگه؟ نه نمیام. آره بابا نمیام، تو برو به کارت برسون. ممنون. پس من برم. فقط سر راهت منو سارارم برسون به خونه نگارنا. بچه اصلا انقدر افسرده شده از وقتی فهمیده ظرفشان خواستگارشا. ببین اصلا انقدر شوکه شده از مرگ باباشم بیشتر. بچه بفرمایید خانم. یه ذره آرومتر، یاد جوانیات کردی. جوانی کجایی که یادت بخیر. البته بنده با شما همیشه جوونم خانم. بفرم خانم. نکن نکن. خواهش میکنم خواهش میکنم خانم. اون دلیل داره کارخونه اونو گذاشته اونجا، مثل که شما پلاک ماشینه بکنید، درب ماشینه بکنید. نکن، این کد شناسایی ماشینه. بفرم. چرا قد ارس میخوری؟ نمیای؟ نه دیگه، بنده اول باید برم کارخونه. نه البته اول نمیرم کارخونه، اول میرم پیش خانمو که اول ماجرای آه. کتاب رو بهش میگم. خود پسر پیرمرد پس نیفته. نه خانم نترس، بنده میدونم چه کار کنم. بنده یه جوری متوجهش میکنم که خودش هم متوجه نشه که متوجه شده. به هر حال بزرگ فامیل خانمو باید بدونه که اون کتاب در آتش سوزی کارخانه سوخته، فنا. دست درد نکنه کازم. سلامت باشید. ماجرای بیمه کتاب رو هم باید ازش بپرسم، چون جمشید خدا بیامرز چیزی نگفته بود. هر جور خودت سلام سلامت دانی. باشی فدات بشه. پس شما دیگه کارخونه نمیری؟ خیالت راحت؟ اصلا اون ناهید خانوم نیست؟ آره ناهیده. ماشین جمشید خدا چرا بیمه. چرا کار نداری تو؟ دیگه من برم. باش من رفتم. خدا سلام مجید هستم. چطوری خوبی؟ منو تو کجا به سلامتی خرید؟ خوش بگذره. نه دیگه،
کارخونه. عجب. برو تو سربانه بریم. خوبا چه زود میرن. طبق وصیت اولنگی بزرگ تا تعیین تکلیف توسط تنها وارث خاندان اولنگی، سرکار خانم بانو نگار اولنگی اختیار تام و تمام کارخانه به عهده شخص بنده است. تمجیدی، اگر یک برگ، تو بگو نیم برگ، از مدارک مالی کارخانه جا به جا بشه بیشک خلیدت میکنم. جانم چی فرمودین؟ از حیز انتفاع ساقطت میکنم. الان این بدتر یا اون یکی؟ آقا هر دوتاش بده. آقا تو رو خودم، من زن بچه دارم، خلیده خود. خیلی خوب، بایی زن بچه نداری، حواستو جمع کن. ببین دارم بده اختیار میکنم آقا. اگه یه پرونده این بر اون بر بشه نابودی ها. هر کسی به شما گفت آقا این پرونده رو بده به من، بگوی اصلا من نیست. اجازهش با کیه؟ من. با قائم مقام فراهانی. قائم مقام فراهانی آخه؟ فراهانی بود یادم. بابا قائم مقام کارخانه یعنی من، وکیل خاندان اولنگی. بله. اوه خدا، خیلی خوب، من دارم میرم اداره بیمه دنبال این پرونده آتیش سوزی. تو من برمیگردم پرونده ها رو جمع جور کن تا ببرم. بله حتما، حواست جمع کن. فقط جسارتم ببخشید، این دماغتون چیزی شده؟ نه این یه برخورد تقیه مقیه با آقا به شما چه من؟ بله کاری تو بکن. چه تیز ماشالله. ببین من برمیگردم این در رو میدی درستش کنن، وگرنه همین در رو میدم یکی دیگه درستش کنه، روسیاییش میمونه به تو. بله بله. تمجیدی؟ بله بله درستش میکنم. بله. او سلام سلام سلام. شما؟ منم فرزانه، دختر آقای کاشانچی. ای خدا بیامرزتون، چه خانم خوبی بودین شما. یعنی شبیه رحمت شده هاست این کوچولو از فرزانه. ماشاءالله چی بزرگ شدین. نشناختم، ببخشید. بفهمین تو. بفرمایید چجوری بریم درو باز کن. با در بسته بفرمایید. آقا زرافشان به من گفتن جز کارگره کارخونه در واسه هیچ کی باز نکنم. آقای زرافشان خیلی بیجا کرده، من کارخونه مال بابای ایشونه. نه خانم، مال بابای شماست، حق بابای شماست. خیلی خدا رو شکر یادش اومد. تیکه تیکه چی عزیز من، مثل که یکم فراموشی داره. خب بریم در رو باز کن دیگه آقا مجید. خانم من مامورم و معزوم، در رو باز نمی کنم خانوم. در رو باز کن تا تو رو هم مثل آقای زرفشان ننداخمت بیرون. در رو باز نمی کنم خانوم. در رو وا نمی کنی؟ نه نه. در رو وا نمی کنی؟ نه. آقا نمی خورم. آقا آیش بکنم خوب میشه، خوب میشه. آقا بیده که آقا مجید آقا نمی خورم. چه ویرانه ای، چه ویرانه‌ای کرده این کارخونه رو کاظم آقا. کاظم آقا؟ نه پس جمشید من. ای بابا، درستش میکنم برای شادی روح جمشیدم هم که باشه اینجا رو آباد. سلام. خوش آبادش کن. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ سلام. عرض ارادت، سرکار خانم نایت خانم. مهشید. بر وزن همون جمشید. آه خیلی عوض میخوام، یه لحظه خالی از ذهن شدم. سرکار خانم مهشید خانم خیلی خوش اومدین. بابا خبر میدادین بالاخره گاوی گوسفندی. جناب زرافشان مؤدب باشی، دوره جناب گاو و گوسفند چیه؟
خیلی عوض میخوام بس که در سوء تفاهم پیش میاد. نه میگم یعنی اگه خبر میدادی من یه فرش قرمزی پهن کنم یه تدارک که بیام قربونی کنم جلو پاتون بیخبر چرا؟ ببخشید آقای زرفشان، دیشتر من خیلی واضح و روشن به شما گفتم امروز ما میایم کارخونه. بله بله فرمودی. من فکرم حالا چون فضا متشنجه و شما عصبانی هستین یه چیزی گفتین. من یه چیزی گفتم؟ من فرزانه کاشانچی یه چیزی گفتم؟ خانم کاشانچی چرا عصبانی میشین؟ تمام این کارخونه متعلق به شماست بابا، همه ما برای شما کار میکنیم. کارگر ما هستین، اون وقت دستور میدین که جلوی سرکارگر رو جلوی در بگیرن. ما جلوی در واقعا آدم احساس شرمندگی میکنه. این نگهبان ما آقا مجید خود گیج میزنه. قلقش قشنگ دستم اومده. بله آره بله. من بهشون هشدار دادم که کسی رو راه ندین. آخه شما کسی هستین؟ پس ما ناکسیم لابد. وای خدایا، اصلا انگار امروز روز جهانی سوء تفاهم. سوئدی های ضرب المثل خیلی جالب دارن که میگن ده بوت سندک، حالا طولانی این وسط که توی مجله میگن جد درد ان دی. یعنی همین در مورد سوء تفاهم، حالا خیلی جالب سوء تفاهم نشه. من اصلا کلن بابت همه چی، بابت هر اتفاقی که افتاده از شما عذرخواهی میکنم. ببخش من عجلم دارم، بیمه یه قراری دارم باید دارم، بابت همین ماجرای خسارت اینا به یه سرانجامی برسونم. من لازم میزنم تمجیدی از شما یه پذیرایی کنه تا من برگردم محضرتون. ببخشید آقای زرفشان، نمیتونم باشم خدمتون که جای جای کارخونه رو بهتون نشون بدم. آقای زرفشان من مالک این کارخونم و اینجا رو مثل کف دستم بلدم. من منظورم این نیست که کارخونه رو بلد نیست، منظورم اینه که من با پدر بزرگوارتون اونجا خاطره دارم. با هم نشستیم نقشه چیدیم، کی سالن دور رو انداختیم، کی دستگاه ها، درد و دلایی برای من کرده که اصلا پیش شما به زبون نیورده. با هم نشستیم، گفتیم، خندیدیم، چای خوردیم، قهوه خوردیم، با کلی زندگی کردیم. نازنین مردی بود. عوض میخوام من باید برم. بری بری خود بسن. تو خوشحالش فرزی جان، میگم چقدر شور زندگی داره بابت زرف شد. بای ولم کن اگه دمون بو خوشمش. این نگارم خیلی زود جواب رد بدم. سلام علیکم خانم کاشانچی، احوال شما؟ تصدیه رد میکنم، غم خالتون باشم. اولنگی هستم خانم مهندس مشید اولنگی. اصلیت هست میکنم خم نمید خم آخرت باشه، کشکی من میبردم. دور از شون دور از شون. ببخشید شما کوچیک، شما خودو با خدمت گذاره این کار خود رحمانی هستن. آقای رحمانی خب ما از کجا باید شروع کنیم؟ الان داری چی کار میکنی؟ من؟ هیچی، دستمال عینکم در آوردم. خنگ بازی در نیار، دست با چلوفتی هم نباش. خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. الکی به اون پرونده ها بر نرو، حواستو جمع کن، طبقه بندیشون کن منظم. تا من نگفتم هم از کارخونه بیرون نرو، تا من بر نگشتم همونجا بمون. اصلا کجا میخوای بری؟ بگم اونجا بشین دیگه. حالا متوجه شدی چی گفتم؟ بله بله، گفتین که بیرون نرم و الو الو. این واقعا فکر کنم میشه خودش کیه؟ کیه؟ سلام سلام، اون چیه تو دستت؟ در اتاق شما. نه اون کی دستت؟ دستگیره در اتاق شما. به شما یاد ندن قبل اینکه اونو بگیری باش بیای توی چارت در بزنی؟ ببخشید آقا، بس که هول بودم. خانم کاشانچی با خواهر آقا جمشید اومدن کارخونه بازرسی، توپشونم پره پره. سراغ من نگرفتن که؟ فعلا که نه، تو بخش تولیدن دارم با کارگرا حرف میزنم. خوبه خوبه، برو زره سرگرمشون کن تا من بیام. بله آقا. اون درم درست بذار. یادم باشه از همون اول یه فکری به حال نور اینجا بکنم. نورش افتضاح هست. نای جان اینکه تو بردار فدات شد. اینک زده بود. سر بالا سر بالا سر بالا سر بالا برگه دیگه. حالا راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. آقای رحمانی
بله خانم مهندس. این دستگاه ها چرا اینجوری کفن پیچن؟ رو به موت هست؟ ببخشید من نظر میدم والا. خانم مهندس شما اگه اجازه بدین به بنده دستور بدین، قول میدم با تخصصی که خودم سراغ دارم یک هفته این دستگاه ها رو بفرستم بره برای تولید. خب بفرستیم بره برای تولید دیگه، بدل چی هستی؟ بروی چشم شما بفرم. بفرستیم من میام. نایی اینجا کارخونه بابای منه، ای بری دستور میده به اینا. اینقدر در قید و بند مادیات نباش مادی. قربان از حقوق مادی تو خواهرزادت دارم دفاع میکنم، نکنه تو سری زرشان همه رو بالا میکشه. نخیر. نه نظر مثبت تو اعلام بکن. نظر مثبت اینه که نخیر. خب دیگه نخیر دیگه. آقای رحمانی. بله خانم مهندس. شما این دستگاه رو کی را میندازین آقا؟ هر وقت شما دستور بفرمایید. رحمانی اگه از بدید من عرض میکنم خدمتون. عرض و ولش کن خانم بیادبی ها، ببخشید آقا رحمانی واسه خودش یه چیزی داره میگه. این دستگاه قطعاتش خارجیه، ما هم که الان تحریمیم نمیاد قطعاتش، که شما هم سریع اومدی میگین دستگاه رو درست کن، نمیشه اینجوری که. آقای محترم ببخشید من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگی. فقط این دستگاه خب خرابه، آلوده است، کثیفه، خاک روشه. خب باعث آلودگی میشه دیگه. بله. گربه میره زیرش، مشلونه میکنه. خب به تولید ویروس میکنه. خب اصلا ویروس کرونا از همینجا. احسنت. توجه کردین چه سخنان گوهرباری فرمودن؟ تشویق نداره دوستان؟ آقای رحمانی اگر رفقا اجازه بدن من توضیح میدم خدمتون. دوستان اجازه میدید من به عنوان سرکارگر این کارخونه دوتا کلمه حرف بزنم؟ حسن آقا جون شما به عنوان سرکارگر این کارخونه خیلی تالا حرف زدین و خروجیش هم شده این. خانم مهندس این کارخونه احتیاج داره که با مدیریت جدید و افراد متخصص و دلسوز تولیدات خودش رو به اینجا برسونه و در این راستا بنده ایده هایی دارم که بعدا خدمتون عرض خواهم کرد. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. اتفاقا مدیریت جدید از ایده های سازنده برای پیشرفت مسائل پیشرفت مسائل کارخونه استقبال میکنه. خیلی هم عالی. تشویق. خیلی عواده دارم من و تو توی یه تیمیم دیگه عزیز من دیگه. تشویق. اجازه خانم مهندس، ماشین لباسشویی که نیست، ماشین تزریق پلاستیکه. دور از جون شما، مدیریت هم ایده نیست، این کار گاو نر میخواهد و مرد کهن. اون وقت شما الان کدومشی؟ از اینکه شما سلام میدین خانم مهندس. آقای رحمانی این دفعه رو با ارفاق مرد کهن. آقایون بفرمایید ما اینجا کارگریم، باقیش به ما ربط نره، ما اومدیم یه دوتا لقمه نون حلال در بریم. بفرمایید آقایون. البته خان ببخشید من نظر میدم. بفرمایید. این کشت انقدر منو نظر داد، میدونی اینا رو کی پررو کرده؟ همون کاظم آقا. حالا تو چرا هرس میکنی ها؟ پس میافتی ها؟ حالا تو زنگ بزنیم اورژانس بیاد، این همه را تو ترافیک نگهبانم که دیدی خیلی گیجه، راش نمیده، میفتی میمیری من از دستت راحت میشم. وای فرزی، کاش بگیری درزی. خانم کاشان. بله بله بفهمید. اگه بچه ها چیزی گفتن این موقع شما ناراحت شدید من عذرخواهی میکنم. یه مدت بگذره درست میشه، حل میشه همه چی. البته کاظم هم گردن ما حق زیاد دارن. در مورد دستگاه هم که پرسیدید، این دستگاه ها خارجی دیگه، قطعاتش نیست، ما الان تو تحریمیم. البته آقا کاظم به چند تا از این دانشجوی داخل سپردن که درست کنن، توی مراحلی هم پیش رفتن و خیالتون راحت باشه از خارجیش هم ارزون تر در میاد. بله بله کاظم آقا ایداش همه شگفت انگیزه. واقعا شگفت انگیزه. آقا نمیخواین این اتاق برادر مرحوم منو به من نشون بدید؟ بله البته اتاق اصلیشون که تو آتش سوزی سوخت، اجالتا یه اتاق همون اون ساختمون اونوری براشون تعبیه کردن که تشریف ببرید اونجا. البته ببخشید من نظر میدم. اختیار دارید نظر بدید، بذار برم ببینم. خواهش میکنم. آخ جمشیدم کباب، آخ جمشیده رحمانی کباب. آخ جمشید کاش باشی. سلام عرض شد خانم اولنگی. کاشان چه هستم آقا؟ بله من تمجیدی هستم، مدیر داخلی کارخونه. من اولنگی هستم خواهر اون مرحوم.
صاحب این کارخونه. جانم؟ صاحبین. بله بله، خدا رحمتشون کنه. به هر حال خانم اولنگی خوش اومدین، خانم کاشانچی شما هم همچنین خوش اومدین. و اینکه بازم میگم خدا رحمتشون کنه، ایشون واقعا انسان بزرگی بودن، خیلی به بنده لطف داشتن. خانم اولنگی، من مدیر معتمد این کارخونه و مدیر معتمد ایشون بودم و اینکه امیدوارم خط تولید زودتر راه بیفته. و اینکه میگم ما بلا تکلیفیم، باور کنین اصلا نمیدونیم باید به حرف کی گوش بدیم ما. این جان صاحبین. بله حتما خانم مولنگی، خانم کاشانچی، هست شما بفرمایین. اصلا ببینم شما تو فرم استخدامتون نوشتی که مشکل شنوایی و بینایی داری؟ من خیر، چطور؟ خانم کاشانچی جان، این کارخونه برای پیشرفت و سوددهی بیشتر نیاز به مدیران زبده و باهوش داره. خیلی ممنون. این مرد خدا که در عنفوان جوانی مدهوشیده. سویگه یه از نظر من ایشون اخراجن. نوهی؟ اون تو شناسنامه است. مهشید هستم. صاحبین محترم. نوهی جان فردا چه حال اشتباهی کرد اولنگی و کاشانچی؟ مهشید. سب کن ببینم. اگر تو مدهوش نیستی کلید داری بخوای در رو با بکنی یا نه؟ اختیار داری من اصلا کلید داری اینجا اصلا. این بالا رو بگه. بالا. اینجا چه راست رو؟ بده به من. داره دنبالش میگرده. در باز دنبال کلید میگردی. بعد میگم مدهوشه باید اخراج بشه. میگه نه. داشتم امتحانش میگردم. بله بله، بوی آقا جمشید خدا بیامرز. چی میگی تو؟ تا قبل از اوتش چیزی که اصلا این بنده خدا اینجا نیومده بود. اینجا موقت هستیم، دفتر اداری اون وره. نفرمایید موقت رو دائم نداره. بعدم بوی آدم کوچیکی نبود. بوی آدم بزرگی بود، انقدر بزرگ که تششعاتش کل این کارخونه رو گرفته بود. آخ بمیرم واسه تششعات جمشید که دامن شبر رو بید. آخ جمشید آخ این چقدر راحت. فقط تو سرپا وایسادی من ناراحت. نخه شما راحت باش. راحتیش راحتم. فرضی میگم رنگ شکم کدر نیست. چه رنگی دوست داری؟ یه ارغوانی تو اینترنت دیدم. چه رنگی؟ منم نمیدونم. نه اینجوری نمیشه. باید قشنگ یه دستی نمچی به سر و گوش اینجا کامل بکشم. کامل. تخت. روح نداره. بیروح. نداره. بیروح. 3، 2، 1 حرکت. ولی الان 8 روز و... خاموشش کنی، خاموشش کنی. بابا به خدا رفت. معلومه کجا میره. پلیس رو ناراحت کنیم، شمسی خانم رو چیکار کنیم؟ ها؟ ببین. خب بگو چیکار میکنی، چیکار نمیکنی؟ شما هنه کان هلده. اورنگی شما زبر و زرنگی. ادامه بدید خانم، خوبه؟ معلومه که ادامه بدید. ادامه بدید. اورنگی شما مثل باش کار معلومه که بود. اینجا بریم از اینجا. معلومه از اینجا. آقا جهان. بله بابا اون کن.